راحتی داره ماشین کاملا هندلینگ و حرکت ارضی ناراحت کننده توی ماشین اصلا تجربه نمی کنیم، اصلا تجربهش نمی کنیم. هندلینگ خوبه، سواری واقعا نرمه. یعنی شما تو خیلی از این ماشین ها امروز میشینید بعد 20 دقیقه رانندگی کردن باهاش متاسفانه خسته میشید، خستگی راه بهتون میمونه حتی تو 20 دقیقه رانندگی کردید. این ماشین الان خستت نمی کنه. یعنی شما فکر کن الان تو ترافیک هی موندی، هی میخوای شروع به حرکت بکنی بری تو جاده، خستم نکردیم ماشین الان منو. با عنوان یک خودرو قابل رقابت هست با رقباش و همون تو اون نکات مثبتی که گفتی حرف برای گفتم واقعا داره. یه سری آپشن هایی که شاید مردم دوست دارن ما نمی‌بینیم توش و شاید هم باید خودروسازی فرده یکم بیاد کار کنه که شناخته تر بشه توی بازار، محصولات بیشتر، گسترش عرضه. مثلا همین نداشتن چراغ LED. خب در قسمت دهم رسیدیم به بخش خودروچی. خودروچی خب یک سایت جانبی در کنار اسب و بخار هست که به شما میتونه خدمات مختلفی رو ارائه بده. اصلی ترین خدمتش معرفی رایگان مرکز خدمات پس از فروش خودرو هستش. یعنی اونایی که مرکز خدمات پس از فروش دارن به صورت رایگان میتونن بیان توی این سامانه ثبت نام کنن، خودشون رو به مخاطبان اسب و بخار پرزنت کنن. اون طرف هم کارشناسه خودروچی میان بررسی میکنن که آقا این عکسی که گذاشته درسته. درسته، این خدماتی که میگه من دارم توی اینجا ارائه میدم مثلا امکانش هست ارائه بده، این نکات رو بررسی میکنن و این اجازه رو میدن که اون مجموعه خدماتی پروموت بشه روی خودروچی. اون بحث مشاوره خرید و خرید خودرو بیشتر میشه گفت هست. شما میتونید بیاید روی خودروچی اگر یه پولی دارید و نمیدونید چه ماشینی رو بخرید، ما بهتون کمک میکنیم که اون پولتون رو قشنگ آتیش بزنید، نابودش بکنید با این محصولات جدیدی که در بازاره. حالا بریم به مقایسه دو خودروی همرده بپردازیم، ببینیم کدومش بیشتر به درد چه کسایی. بریم سراغ یه آیتم دیگه خودروچی. دو تا ماشینی آوردیم که هر دوشون اتوماتیک هم برای کسایی که توی بازی 300-400 میلیون تومان بخوان هزینه بکنن. اما مبحث اصلی اینجاست که هر دوشون هول و هوش قیمتشون یکیه، هر دوشون الان تولید نمیشه، هر دوشون کار کردن. اما ما توی خودروچی بحث اصلیمون اینه که کدوم ماشین به درد چه کسایی میخوره. یک هاچبک کراس اتوماتیک چینی با امکانات زیاد به درد شما میخوره، یا باید برید سراغ تندر 90 اتوماتیک که امکانات زیادی نداره، کیفیت بالایی داره. توی این آیتم بررسی میکنیم که چه کسی بره سراغ استکراس، چه کسی بره سراغ تندر 90. خب هلوهاش سال 92 بود که تندر 90 اتوماتیکش هم به بازار ایران اومد و یه ماشینی با چهره محافظه‌کارانه، یعنی محافظه‌کارانه که بهتره بگم زشت، یعنی خیلی ماشین زیبا و جذابی نیست، داشبورد خیلی خفنی نداره، صندلی‌های خیلی راحتی نداره، ولی خب ماشینیه که به شدت با کیفیته و اصلا شما رو اذیتتون نمی‌کنه، خیلی درگیر تعمیرات و خرابی و افت کیفیت و اینها نیستید. تندر 90 ماشینیه که افت کیفیت توش وجود نداره و ماشینیه که واقعیتش داچیا که ماشین ساخت برای ماشین کار ساخته بودش، ولی خب ما اینجا استفاده لوکس هم ازش میکنیم. به عنوان یه خودرویی که واقعا کم استهلاک و کم درد سر هست، گزینه جذابیه که گیربکس اتوماتیک هم داره. گیربکس اتوماتیک این ماشین nhổ đi để ta bứt lá xịn.
کردن.